شب گذشته غرب کابل گواه انفجار ماین در یک موتر مسافربری مرسدس در منطقه دشت برچی بود که یک کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. پس از آن گروه داعش مسئولیت انجام این انفجار را بر عهده گرفت. آسوشیتد پرس گزارش داده است که داعش در بیانیه اعلام کرده که روز یک شنبه یک بمب را در موتر که حامل اعضای اقلیت شیعه بوده انفجار داده و مدعی شده که حدود 13 نفر در آن کشته و زخمی شده اند. داعش مسئولیت انفجار در کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفت که حداقل یک کشته بر جا گذاشت. گروه وابسته به داعش از زمانی که امارت اسلامی کنترل افغانستان را در سال 2021 با خروج نیروهای آمریکایی به دست گرفتند، شبه نظامیان داعش در کابل و دیگر مناطق افغانستان حمله هایی را انجام داده است. در این گزارش افزوده شده که منطقه دشت برچی کابل بارها مورد هدف این گروه در افغانستان قرار گرفته و همچنان حمله های بزرگی را به مدرسه ها، بیمارستان ها و مسجد ها انجام داده است. داعش یک پدیده جدید هم در منطقه نیست. داعش در منطقه، در جغرافیای افغانستان و در از ادرس استخبارات پاکستان ای ساخته شده، تمویل میشه، تربیه میشه. به خاطر داعش لاپیگری در منطقه و در سطح جهان جریان داره. این در حال است که امارت اسلامی همواره حضور داعش در افغانستان را رد کرده و گفته است که داعش در کشور ریشه کن شده است.